به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه شما دوستای عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به ویژه برنامه رمضانی ما و مراسم ختم قرآن و آخرین برنامه امداد رسانی در ماه مبارک رمضان که امروز 29 روزه ثبت میشه. این برنامه اگر میبینیم ضعیف‌تر صحبت میکنم به خاطر که دیگه انرژی ها دیگه رو به صفر شدنه و ای که چندین شب میشه که بیدار خواهیم خاطر این برنامه و ماهنگی ها. خب هر صورت در برنامه امروز هم که ختم قرآن از موشن بازم گرفتیم، 50 بیوه زن، کسانی که همسر خدا یا در جنگ یا در اثر بیماری کرونا یا سایر حوادث طبیعی از دست دادن و هیچ سرپرستی ندارن، در واقع بسته های مواد غذایی برایشان توزیع میشه. در این برنامه 50 بسته مواد غذایی داریم: آرد، روغن و برنج، پکیج هایی که در واقع مصرف یک تا یک نیم ماه یک فامیل انشالله میشه، فامیل های خردتر. اما میریم سراغ لیست حمایت کننده های برنامه و اجزایی که این برنامه تمویل کردند. 1250 یورو از طرف سوهل جان و شعیب جان جانشیر از کشور هلند و یک تشکری ویژه از آقای جانشیر عزیز که ای پول اختصاص دادن و ختمی در واقع گفتن برپا بشه. عزیز دیگر ما انیسه جان و خواهرشان از آمریکا 1100 دلار آمریکایی دمان کردن که خانه شانواد همیشه انیسه جان سیم هم در برنامه امداد و برنامه های خیریه کانال ما که خدا قوت میگیم برینا. اسماعیل جان عالمی 12500 افغانی از آمریکا رمان کردن و خانم فروغ از آلمان 25300 افغانی مجموعاً در این برنامه اختصاص دادن که این پول صرف خرید این بسته های مواد غذایی شده. خب قبل از اینکه بریم به سراغ مصاحبه و روند توزیع، میریم تریبون در اختیار قاری صاحب قرار میدیم تا قرآن عظیم الشان ختم کنن و در این ماه مبارک رمضان و در این شب‌های متبرک قدر و پایانی ماه مبارک سال 1401 همه دعا می‌کنیم که خدای پاک آرامش را در وطن ما برمغان بیاره. جنگ ختم شده و انشالله کامل ختم بشه دیگه، هیچ برادری برادر خور نکشه، فقر از بین بره و همه بتونیم در یک جامعه برابر زندگی بکنیم. خب میریم به سراغ ختم قرآن شریف و در ادامه با ما همراه باشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق ونور عرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق ونور عرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. دوستان ما کم بستای کمکی را آماده ساختم برای بیوزنا، قریبا، مستضعفین، کسایی که واقعا در این شرایط مستحقن. من خواهش هم از تمام برادرها، از تمام خیرین، از تمام تجارا اینه که بیوز از اینکه ختمای قرآن و مجلل را دایر بکنم، بیوز از اینکه به خاطر نام و نشان و به خاطر ریا و نشان دادن به مردم ختمهای قرآن و مجلل بگیرن و کسایی را دعوت بکنن که اونا هیچ ضرورتی ندارن. چی خوبه که در این شرایط بحران اقتصادی، در این شرایطی که واقعا وضعیت مردم ما از هر لحاظ خصوصا از لحاظ اقتصادی بسیار با مشکلات مواجهن، به عوض از این ختم همین قسم بستای کمکی آماده بشه برای فقرا، برای مساکین، برای بیوزنها توزیع بشه، بسیار کار نیک و کار مبارکه. از اینکه یک مرتبه یک شخصی بیایه که او به ختم قرآن بیایه و نتونه که از اون چیزی هم که آماده شده استفاده بکنه، بهتره که این بستای کمکی توزیع بشه و مردم از این مستفید بشن و او را برای یک ماه مکمل در خانه خود استفاده بکنم. تشکر از همه شما، ممنون، لطف کردیم. خوب این ساعت من خوب میچکر شما روزا نماز شما روزا نماز شما همچنین زنده باشم. از مشکلات بگیم، در ماه مبارک رمضان زندگی چطور گذشت و از کجا ایراد آمدیم برای دریافت این کمک؟ از پول دیگه که نه آمدیم برور همیتو پیار بر شما فوت شده، ما همیتو چیزی نداشتیم. در این ماه روزا در سختی تیر شده، حالا این مسلمان در ما میکمک کده یک دو ماه پرده روزگار ما بوشه، چیزی نداریم برور کی را میتیم سراها. هم تو مشکلات زندگی خیلی سخته. خود شما کار میکنم؟ بله خودمون کار مونیم. روز چند درآمد داری؟ روز 100 روپیه، 150 روپیه، بعض روزا میشه، بعض روزا که نمیشه. نه پا ما ماسک در رخت رخشه یا مال نمیتونم. همیتو حسابی مشکل از زندگی خیلی سخته برای روز. تشکر. خاله جان سلام، روزا و نماز شما قبول مونده نباشه. زنده باشیم. با کی زندگی میکنیم؟ کمی از شرایط زندگی بگیم. همیتو من بر پیرم زندگی میکنم، همیتو شغل آزاد بیچاره چه میکنه، روز خود پیش میبریم. خیر بینیم. با خونه با کجای کجا زندگی؟ گنده 11 میشینه. زندگی میکنیم. با ما روزه زندگی رو چه رقم تیر کردیم؟ چیزی با خونه بود یا نه؟ دیگه تیر کردیم. نه به خدا غیر از این لقمه برنج و همین دیگه هیچ چیزی نبود. دیگه نمیشه که دوی که چلوی دیگه. نه گوش کو یک شی بده ما بیشتر نشرا بسی شی. شی ویده بزرگوار نمی نده بعد. درسته. چی گفتنی داریم برای دوستای کمی توفر به شما تقدیم کردم. خیر بینا، خداوند برین دعا مغزرده که بده که برین مسلمان ها کمک کنم و میتونی از دردم شهیدی نجات دم، شهید بزرگواری، خداوند خیر پیش کنم.
خوشحالی میمشد. خیر بینیم. ده مزار و شکر داریم. سلامت باشیم. تشکر. هوا خیلی گرم بود. گفتیم بیایم به این سایه خدای دستا مصاحبه کنیم. سلام موندن. رخ میشید. خوب هستین؟ شکر به داری. سلامت باشید. زنده باشید. از شما هم روزه و نماز قبول. خدا جان برای شما موز بده. ای دنیا و ای دنیا آخر. سلامت باشیم. باشه اول از زندگی شما بپرسیم. شوهر شما حیات دارن یا نه و چی مصروفیت دارن؟ مصرفیات دیگه چیم ترخ ترخ شوری مسلمان رو میکنم فشیشتن من نمیتونم بلا داده ده پومزه سال میشه کمی رقم یعنی جایی که رختار میشیدون پنشیش جا که خونه همه ترکیه بری بردم این قریبا هم که هستم یکی میده رخت یکی نیوه صد روپی چهست روپی همین این خوشک ما شوی میشه بچه که خود شایده که اگه یکی داشته باشو من نظیمی به چیه ایجی بپرسیم درسته یعنی یک وقت شما به خونه کار میکردین که پولدار بودن اونا به خارج رفتن ولی ها برفتم میشه را مدن نگوانی میکردم اما سبب خیره خوب بفهمیدیم کمک چیزی هم. نه دیگه نه خدا ما روزه رشته تر کردیم به خونه چیزی بود ایبلت نه هیچی خدا شاید همین رو همین قروته ماشینی به خدا میکردیم روغنم کوی فن یک 5 ساعت 6 ساعت شدیم سال پیامی داریم این بستای مواد این بستای مواد غذایی میتونه یک ماه مصارف خونه بشه و چی گفتنی داریم برای دوستای کمیر به شما روان کنیم خدا برکت عمر امینم بده این بچه‌ها خیر بینم الهی مر میشناختم چه کردم خیر باشم تو امروز زود نماز شما قبول زنده باشی برادر جان شما خوبین بله گرمی خونه کردم نه خوب خو خیلی تشنه شد ما هم تشنه شده تشنه خونه شد نه الهی شکر با کی زندگی میکنیم چند سال میشه همسر خو از دست داد من یک سال 6 ماه میشه شیم دیالیزی به گرده آخر از دست بدا ان یک سال 6 ماه میشه فوت کرد یک بچه مای ساله یک 9 ساله مال خدا 9 تا دختر داره کرای نشین و مردمو نو تا دختر داری؟ تا دختر داری چنو داریم؟ دار یک بچه مش ساله که نوزه خود متشم به خونه مردم کار منو خرج از من پیدا منو دخترها شما کلون هم یا خور در اونو را روست نکدیم؟ دخترها ما عرض کردم خود اونو برف بخور کردم شرایط زندگی چی رقمه فعلا با چی مشکلاتی رو بروی؟ خدا برای جمع صبح شم خور ندار تا شم خونه مردم کار منو روز چند میدم برای این خالایی که به خونه کارگری میکنم با خدا تاشم نلن پنجری پی مت صبح تا علاشم نلن پنجری پی تیر میزنم بالش 20 ری پی تیر میزنم 20 ری پی تیر میزنم ناخنام سه که هم از کار بفتاده تاشم مرخشی مردم میر کارا مردم انا خرج می صغیر اخر ما آفرین شما که بازم زحمت میکشید چیکار کنه اینا رو کی الا کنه نور خسر بری دشت از ما برف خسر خسر اندر دشت برف هیچ کس نه از خدای بالا سر تیرش هیچ کس نداره درسته خیلی خوب چی گفتنی داریم برای دوستایی که همی توفر برای شما تقدیم کردم انشالله که خوشحال باشیم به میشوایی یار از نا تا خونه خدا از نا رزی از نا خدا رزی باشه ما از نا رزی از نا خدا رزی باشه برای جو خیر بینه دست نا درد نکنه تا خونه خدا از نا رزی سلامت باشیم عید شما مبارک زنده باشه عید شما هم تبریکی میگه با شما هم میگه دوستا رفیقا هم میگه برادر بی بی جان سلام وقت شما بخیر روزه و نماز قبول سر شما هم چنو مونده نباشه زنده باشه سلامتی سر شما تشنه شدیم یا تشنه روزه رشته تر کردیم خوب بود انشالله از خونه قصه کنیم چند سال میشه همسر خو از دست دادیم فکر کنم شما اولاد خورم از دست سم هفت ارمی ماه روزه هفت بود شده 13 روز 27 روزه ان برفت به هشتم سه بچه می یک بچه می بیست یک بچه می سال دیو انجینری بود یک بچه می شریعت می خوند یک حقوق می خوند تمام عمر نو خبر داره امسال می هفت سال میشه انو تا از یک صغیر ها که مونده دیتا دیگه مجرد بیده انو خود ما دیگه سه دختر دارم یک پسر دیگه هم دارم طیبه می خونه امسال سال ششم اینه انو بلیا دیگه خود ما من خیلیتی میکنه خرج خونه خو میکنه مشکلات زندگی زیادتر شده خیلی زندگی ما درآمدم کم است اصلا درآمد که چی بخونی ما نیه و غرم یک دختره که دارم خیلی تیم یک دخترم درس میخونه دخترم هم درس میخونه میدون بیت دیگه من خوشحال به این خاطرم که شما با همه این مشکلات اولادا شما ماشاءالله دکترم درس میخونن زحمت میکشن و این نشان میده شما چقدر به علم علاقه داریم اولادا خود مکتب و پانتون ریم بچه می یک هم بچه کام با سواد عوضی که پیار میگو من رنج دیخونی و اینار کشیدم اینار باشه که درس بخونم یک بچه مثل دیم انجینری و بکشته شو پیاری بچه ها بفتاد بچه ها خور و نخلا بایولی که مفتن پیار خو یعنی یک بچه همسر شما اول کشته شدن
باز یک بچه شما چی میخوند؟ شریعت چیز انجینری یکی شریعت یکی حقوق. یعنی سه بچه شما که اینا تحصیلات علی همه درس میخوندن کشته شدن. خود شوهر شما چهار نفر. چهار نفر از خونه خود از دست دادم، سه اولاد اینا واقعا سخت، یعنی خیلی مشکل. تیبا میخونه سخت. خدا حفظ کنه. الهی امید. شما خیلی زنده باشید. همین برگ سب مادر جان تحفه درویش در این شبای عید تقدیم. خدا خداوند قبول. انشالله خوشحال باشیم. زنده باشین، سلامت باشیم همچنان. خب صحبت ها رو ادامه میدیم. سلام خواهر گرامی، وقت شما بخیر، روزا و نماز قبول باشه. از شرایط زندگی خوب بگیم، چند سال میشه شوهر شما با مشکل دچار شدن و فعلا چطور میگذره زندگی؟ سلام علیکم برای شما و قوما و دوستان، روز و نماز شما قبول باشه. خیر بینیم، تشکر. امی شوهر ما تصادف کردم، شوهر ما 70 سال سن دینه، خود شما میفهمین که اون مردم قدیم دیگه دخترها را موته میدادم و مثل آلیان عبودک. خب 20 سال من خونه دارم، 100 تا اولاد دارم، خود تصادف کرد، پای و قد شد، استقنسی ها شد، پای قد شد به خونه پرتو، باز پرتو که پیر مرد مرای انگاری. خب دیگه خود ما شرایط زندگی به امیت به سختی و بدبختی خود ما کار میکنم، به مصر بود از قوم اینا، اونم ها رفتم به خارج، رفتم به آلمان، رفتم ای بری بر رفتم، انا هیچ کس نیه. باور کنه های ماه مبارک رمضان ما به یک سختی بدبختی تیر کردیم که هر چی فکر کنیم. خدا رو به شما شاهد میگیرم که دعان به روزی هم همین بسته ما روزه ایت دل مبارک هم یک کلوچی میرفت که ما شیرینی باب بخونیم و نبود، نداشتیم گوشتی پوستی هیچی نداشتیم و می رقم ما تیر کردیم. هر کسی کمک با ما کرده، خداوند کریم قام و درد بزیون نشان نده. خدا به تمام عرصه زندگی او رو خدش شما جمعی دوستا موفق داشته باشه که او به ما همیت کمک کرده. خیلی بینیم یک جان تشکر برارمه که بمی شرایط بمی گیرونی بمی وضع اقتصادی افغانستان که تمام مردم دوچار مشکل هم گاز بچی گیرونی پول او به خدا پرته و پول برق پرته و بزیون به شکم سیر کنه داریم. این چی تمام مشکلات زندگی هر چی فکر کنیم مشکل داریم. مردم افغانستان داره به داره، همین های برادرهایی که به خارج هم ای بری برم کمک ما میکنم که خداوند بزونا کمک کنه، خدا بزونا مز بده. تشکر. یک تشکر. سلام، روزه و نماز قبول موندن زنده باشین. خوب هستیم؟ خدا شکر زنده باشین. روزه و نماز شما قبول، زنده باشین. تشکر باشین. از مشکلات زندگی که همه قصه کنیم، شما چی مصروفیت داریم؟ سرپرست خونم فکر کنم خود شما. بله براج سرپرست خونم خود منو 5 تا اولاد دارم. انا خود مثلا دکه کاری که اسمی مثلا که کسی داشته باشه، امروز هم صبح رفتم اون پخته کردم، مثلا من که داشته باشه میرم این کار کس میکنه. وقتی صدی خود شما میفهمی خیلی میپینه، خیلی میفهمی که گیرینی به دختی هرین. یعنی میفهمش تا اولاد دارم خود مثل پرستین آیم خسرا کرانشین و نسه چار ما میشه کرار سرا نادادم و میتر قبض برق دکا دکا اینه تو مشکل زندگی دکا است دکا. درسته. در امی شوای عید یه بسته غذایی میتونه شما رو خوشحال کنه برای چند شب؟ بله خیر بین، دست نداد نکنه، خدا جون موفق داشته باشه. خیر بین، دست نداد نکنه، خیلی هم به ما ارزش میده، خیلی هم به ما چیزه که اینا که خیلی هم دست نداد نکنه. اگه خارج هم اگه بزین جیم خیر بین، دست نداد نکنه، بزیش روز 29 ماه مبارک رمضان روز و نماز قبول باشه. خیر بین، دست نداد نکنه. تشکر. سلام، وقت شما بخیر، روز و نماز بخیر. خدا قبول کنه و زنده باشین شما. تشکر، سلامت باشیم. چند سال میشه همسر شما و در اثر چی حادثه فوت کردن و از شرایط زندگی خود کمی قصه کنید؟ 2.5 سال میشه که چاره چا میکنم، زوریگر بودن، چا به بالی و گلوم بید دیگه فوت که. دو پسر دارم، سه دختر دیگه، خودی از اینا 6 نفریم. هنه هم تو سرا مزدوری میکنیم. یعنی خود شما هم کار میکنیم؟ آه خود من سرا میکنیم. چند کار میکنیم؟ هفته میشه که هر روز کار میکنیم؟ نه صد همیت بعض روزا زنگ میزنن که بیاین رخشویی پاکری چیزی، بعض روزا نه دیگه بچا ما خورد همیت کریگر نیا یعنی هم درسته. خداوند مشکلات حل کنه. اگه پیامی داشته باشیم برای عزیزایی که همین توفر در شبای عید به شما خیر بینم، یک جان تشکر. خدا به چکای نا فامیلی نار عمر بده، زنده و تیار باشن. سلامت جان، تشکر.
سپاس از شما عزیزان که با ما همراه بودین و این برنامه ختم قرآن شریف را دیدیم. تشکر از عزیزایی که در این برنامه سهم گرفتن. خدا هم قبول کنه و که ای کمک شما به مستحقترین ها رسید. عده ای از این خانوما بیوه‌زن بودن، اما قسم که ما در ابتدای برنامه گفتیم که یک شمار معدودی هم شوهرای اینا یا معلول بودن یا معتاد بودن یا اصلا گم شده بودن، که سرپرستی خانواده خود اینا به دوش داشتم و کارگری میکردم تا امو لقمنان پیدا کنم، روزگار رو سپری کنم بر ترتیبی که هست. تشکر از همه عزیزات. تشکر، این آخرین برنامه رمضانی ما بود که در ماه مبارک رمضان ما ثبت کردیم و تقدیم شما کردیم. خدا کنه راضی بوده باشین و خداوند مزد بده همه عزیزایی که دست اندر کارهایی که کار کردن، همکارای بسیار عزیزم، تیم زحمت کش رضاکار ما که هیچ نه معاشی میگیرن نه امتیازی میگیرن، فقط برای رضای خدا در قسمت شناسایی نیازمندان، توزیع، ایجاد نصب کار میکنم. این کاری که شما میبینید مسئول یک نفری من نیه، بلکه یک تیم 10-15 نفری کار میکنم تا این برنامه منظم ثبت میشه و پخش میشه و مستحق به لقمه نان میرسه. خیلی شما دوست دارم، ما رو حمایت کنیم، لطفا سابسکرایب کنیم، زنگو دارم فشار بدیم تا از جدیدترین ویدیو ما با خبر بشین و برای شما ایام خوش و عید خوش آرزو میکنم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.